و به جهت سلامتی گل سر. اما چه کنیم گناه نکنیم؟ ای هفت پله باید طی بکنیم. پله اول مقام یقظه بود. مقام یقظه یعنی مقام هوشیاری، بیداری. بیدار باش که به ان ربک لبالمرصاد. بیدار باش، خدا داره میبینه، در کمینگاست. بیدار باش، دنیا مثل کوه میمونه. آی جوونا، کوه نوردی کردی؟ برید تو دل کوه داد بزنید. چی میشنوید؟ بله، داد خودتون میشنوید. قرآن بخونید، شروع کن. بسم الله الرحمن الرحیم. ایش میکنی بینی بسم الله بشن. یه شعر عشقی بخون، یه شعر حافظ بخون، فوش بده، هر کاری میخوایی بکن، فوش بدی، فوش میشنوی. آیه قرآن بخونی، آیه قرآن میشنوی. قرآن میگه دنیا عین کوه میمونه. خوبی کنی، خوبی میبینی، بدی کنی، بدی میبینی. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی. شاید بگه آقا ما خوبی کردیم، دستمونو پر عسل کردیم، گذاشته بود دهن کسه، فلان کس گاز گرفت. حالا را دل کن، هیچ وقت خوبی گم نمیشه. شاید طرف من یا طرف تو معرفت نداشته باشه، الان نفهمه، 10 سال دیگه میفهمه، 20 سال دیگه میفهمه، 40 سال دیگه میفهمه، بعدی مرگت میفهمه. بابا 138 سال قبر علی مخفی بود. 138 سال قبر علی مخفی بود. کسی جرأت نداشت بگه یا علی. تا زمان امام صادق، یعنی حضرت علی ها جوون، اگه نمیدونید بدونید، این حضرت زهرا غسلش دادن شبانه و مخفیانه. گوش کنید، گوش کنید جوون ها، این که بگن علی غریب بوده، یه ذره قربت علی، یعنی مخفیانه غسلش دادن، این فاطمه مخفیانه تشییعش کردن، این زهرا مخفیانه غریبانه نماز برش خوندن، دفنش کردن. تا 138 سال کسی نمیدونست قبر علی کجاست. تا یه عده چوپان اومدن به امام صادق گفتن آ جان، ما قد فلان جایی که داریم رد میشیم، گوسفندمون دارن رد میشن، یه تعداد سگ داریم، این سگا سگای گلن، با کشتیار این سگا شدیم، ما پا توی محبت هست نمیگذارن، حتی کشوندیمشون بردیمشون جلو، دوباره برگشت رفت. امام صادق شروع کرد گریه کردن. تا چه گریه میکن؟ تو نه قبر امام صادق اونجا؟ قبر پیغمبریه؟ فرمود درسته، اینجا قبر جد غریبم علی است. امام صادق مشخص کرد اینجا قبر علی. درسته در زمان مولا کسی سلام، علی سلام میگه جواب سلامشو نمیدادن، والله به خدا قربت دیگه بالاتر از علی سلام میگه جوابشو نمیدادن. بله یه مش مردم بی معرفت بودن و بی شعور، اما خوبی علی چه گم نشد، خوبی علی محو نشد. خورشید زیر ابر سیاه هیچ وقت برای همیشه پنهان، پس هر چه کنی به خود کنی. خب من اسم امام زمانو میارم یه مقداری جمعتن. خواهشم تو این قرفه هم، قرفه میگن دیگه ها، تو این قرفه ها برای رضای خدا بشین، خدا خیرتون بده. برای این که دوستان عزیزمون بیرون یه مقداری هم هوا سرده، آینه هیئتی هم از من خواستن که از شما عذرخواهی بکنن، امروز هرچی گشتن گاز نبوده، گفتن اگر سردتونه ببخشید ما سعی خودمون کردیم. بچه ها بندگان خدا، رفقا خیلی مهمون نواز و مهمون دارن، خدا انشالله خیرشون بده. حالا برای اینکه شما هم به رفقا هیئتی بگید ناراحت نباشید، ما سردمون نیست. سردتونه؟ ما خیلی هوا خوبه. انشالله فردا هم گاز گیرتون نیاد، طوری نیست. حالا من اسم امام زمانو میارم، خواهش میکنم یه مقداری جمع‌تر و دوستانه در بشید. امیدوارم هر یه تکونی که میخوری یه بار کربلا بری، یه بار مدینه بری. اگه هم تکون نمیخوری که تا میبودم نری. یا آقا آل محمد بفرمایید. آقا نشینید، آقا نشینید، آقا بفهمون داخلی غرفه.
ها این گوش موش ها رو پر کنیم، این بالا این بالا این قرفا و این گاز رو صاف بگذارید که آیون بفهمون این قسمت، این قسمت خالی، البته اون قسمت هم خالی. خدا خیرتون دوستان. این مسیر رو یه مقداری تشبیه جلوتر خلوت کنید که رفقا رو احتر بدن، ما کمتر وقت بگیریم، عرایزمون رو تقدیم بکنیم. خب یه صلوات نمیخواین خط کنید شما؟ آقا خوبی گم نمیشه، بدی هم گم نمیشه، اما فرق است بین خوبی و بدی. گوش بده، گایا بدی کردن اما زرنگ بودن، یه وقت فهمیدن اشتباه کردن توبه کردن. بزرگواری پروردگار اینه که اگه بد باشی و توبه کنی، او خوبی تو خدا یه کاری میکنه که بچربه به کجا؟ به بدیت. شما نگاه کن، هوری که اولین، من نمیخوام قصه هورا بگم، 600 هزار بار شنیدی قصه، نمیخوام بگم، یکی میگم و رد میشم. کسی که اولین فردی بود که جلو امام حسین گرفت، صدا میاد، اولین کسی بود که جلو امام حسین گرفت، اولین کسی بود که عشق بچه های ابی عبدالله رو ریخ. عشق بچه امام حسین ریختن میدونی خیلی بده ها، اولین کسی بود که امام حسین نفرینش کرد. حجت خدا بگه مادرت به عزاد بشینه با این همه سرطان، یه آدم سرطانی اینجوری که همه میگن دیگه خوب نمیشه، اما قرآن میگه ما بد نداریم، ما مریض داریم. های جوون، شیطون کلا سرت نگذره بگه تو که بدبختی، گناه کردی، امام حسین دیگه بهت نگاه نمیکنه که ول کن بابا، بزن به سیم بالایه دیگه، یا علی بالاتر از سیاهی رنگینی. خدا میگه من بد خلق نکردم، خلقت بد مال موجود بده، من خدا خوبم، کارام هم خوبه، من کی گفتم شمر بده؟ عاشق میفهمی چی میگی؟ حالا میفهمم چی میگم. شمر بد نبود، عمر بد نبود، ابوبکر بد نبود، عثمان بد نبود، یزید بد نبود، خولی بد نبود، فرعون بد نبود، قارون بد نبود، نمرود بد نبود، پس اینا چی بودن؟ قرآن میگه اینا مریض بودن. ما بد نداریم، اینا پاک به دنیا آمدن، مریض بودن. اما خب مریض هم داریم، تا مریض، یه مریض داریم سرما خورده، یه مریض داریم سرطانیه، اما همون مریض سرطانی هم میتونه خوب بشه اگه بخواد. یکی از اون سرطانی ها هور بود، سرطان داشت اما خوب شد، کارش به جای رسیده، الان محرم به پا میشه، بعدی 1400 سال میبینیم روز سوم چهارم محرم و همه جای شیعه جا جلسه روزه باشه، تو هر مجلسی که بری، نمیدونم روز دوم روز سوم کیه، هر جا بری میبینیم روزه کیا میخونن، حره پشیمانم، نمیدونم حالا شعر شما بلد نیستم، ای حسین جانم، همه میگن حره پشیمانم، ای حسین جان. ببین نگفتن حره پشت بده، حره امام حسین نفرین کن بش، حری که نه نه نه، حر پشیمانم، ای حسین جانم. چرا؟ چون خوبی میچربه به بدی، این کار خداست. تو خوب بشو، خدا قبل تو صاف میکنه، خداست ارحم الراحمین. آی جوولا، شیطون کلا سرتون نگذاره، از ما خیلی بدتر بودن، برای ازام مقام اول رو طی کردن، یقظه هوشیار شدن، تکون خوردن، پله دوم رو طی کردن، توبه کردن. این توبه از اون توبه ها بود. توبه معنی مسخره کردن دین نیستا،
توبه ما یه جور داریم، اونم نسو. نشونه یه توبه نسو هم اینه که دیگه او فعل گناه انجام ندی. بعضیا توبهشون یه رو طول میکشه، بعضیا توبهشون ده رو طول میکشه، بعضیا توبهشون یه سال طول میکشه، بعضیا توبهشون 40 سال طول میکشه، بعضیا توبهشون تا آخر عمرشون دنبالشونه. او توبه که تا آخر عمر دنباله میگن نسو، او توبه توبه است.